تصویری که از امام زمان علیه السلام داریم تصویر یه انسان لاغر، رنجور، یه انسانی که خیلی از ماها وقتی بهش فکر میکنیم دلمون میسوزه، در صورتی که وقتی در روایات نگاه میکنیم میبینیم که خیلی تصویر حضرت با اون چیزی که تو ذهنهای خیلی از ماست متفاوته. تو روایات برای سیمای مبارک امام مهدی علیه السلام احادیث بسیار متنوع بیان شده است. اینها برای اینکه ما بهتر حضرت رو بشناسیم. خب شما مستحضر هستید، عقلاً و شرعاً شناخت امام مهدی لازم و واجبه. حالا یکی از راه‌های شناخت همین شناخت ظاهری حجت خدا هست. پیامبر حضرت مهدی سلام الله علیه رو به خودشون تشبیه کردن، اسمه او اسمی، و بعد ادامه دادن و شمائله او شمائلی، صورت او قیافه او شبیه به من هست. The holy prophet was very handsome with broad and firm shoulders. His height was medium to high, either short nor tall. His body structure was fit with a broad chest. Skin color was reddish white, and his forehead was long and wide. The prophet's eyes were very beautiful. His eyelashes were long and prominent. The cheeks of the prophet were smooth and less of flesh, and he had a short and thick beard. These are the physical characteristics of Prophet Muhammad. These are the physical characteristics of Prophet Muhammad that we find in Imam Mahdi too. آپ صرف تصور کریں کہ جسے خدا نے اتنے 100 سال سنبھال کر رکھا ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یعنی کتنی قیمتی چیز ہے خدا کی جسے خدا زمان اور مکانوں سے گزارتا ہوا ہمارے تک لے آیا ہے، کیسا ہوگا اس کا چہرہ، کیسا ہوگا اس کا چلنا، کیسا ہوگا. و آقا امام صادق فرمودن وقتی حضرت حجت ظهور میفرمان تقریبا میشه گفت همه میگن ای ما ایشونو دیده بودیم، ما ایشونو میشناختیم، یعنی این چهره آشناست. امام صادق علیه السلام باز در جای دیگر فرمودند که او بر روی فرشهای پا میگذارد که شما بر روی آنها پا میگذارید، او در بازارهای قدم میزند که شما در آنجا قدم میزنید، او رو میبینن اما نمیشنسن، او رو میبینن اما نمیشنسن، او رو میبینن اما نمیشنسن. حجت خدا در بین مردم زنده است، موجود است، با مردم زندگی میکند، مردم رو میبیند، با اونهاست، دردهای اونها، آلام اونها را حس میکند، وجود دارد، یک انسان واقعی مشخص با نام معین، با پدر و مادر مشخص در میان مردم است. به عشق دلم دل من به تو گرم است. در روایتی که شیعه و سنی بیان کردند آمده که امام زمان علیه السلام ایشانی بلند و بینی کشیده و باریک داره، رنگ چهرهشون رنگ سفید مایل به سرخیه، گونه های امام گونه های لاغریست، یعنی گونه دار باشن و گونه گوشتی داشته باشن، اینجوری نیست، و بازوان قدرتمندی دارند. به خط بهل ایمن خالو، به خط بهل ایمن خالو، بر گونه راستشون خالی هست. و چشمانشون فرو رفته است که میگن به خاطر شب زنده‌داری های فراوان امام زمان علیه السلام اینطوریه.
امام چهارشونه هستن، اندام ایشون اندام ورزیده ایست، یعنی نه چاقن نه لاغرن. یحیی بن فضل میگه دیدم حضرت موسی بن جعفر داره میفرماد توی خداوندی که معبودی جستو نیست، که آغاز و پایان و آشکار و نهانی. درخواست میکنم در فرج انتقام گیرنده از دشمنانت تعجیل و به وعده او وفا نمایی، ای صاحب بزرگی و بزرگواری. میگه عرض کردم برای کی داری دعا میکنی؟ فرمود برای مهدی، پدرم به فدای کسی که سینه اش فراخ، ساقهای پایش باریک، فاصله میان دو شانه هایش پهن دور. پدرم به فدای کسی که شبها در حال کسی